اظهارات جنجال برانگیز علیرضا پناهیان، سخنران نزدیک به حکومت ایران در تلویزیون ایران و گوش تلخ خطاب کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام، واکنش‌های گسترده کاربران فضای مجازی را برانگیخت. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. علیرضا پناهیان، سخنران حکومتی، در یک برنامه تلویزیونی ویژه ماه مبارک رمضان رسول خدا صلی الله علیه و آله را گوشت تلخ خطاب کرد که رفتارش نه برای آن حضرت و نه برای امیرالمؤمنین علیه السلام یک رفیق نگه نداشت. ایشان در ادامه افزود این گونه نبود که رسول خدا صلی الله علیه و آله مهربان باشند و امیرالمؤمنین علیه السلام گوشت تلخ بوده باشند. وقتی عده‌ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله می آمدند و از خشونت امام علی علیه السلام شکایت می کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمودند انه خشن فی ذات الله. این اظهارات با واکنش وسیع کاربران فضای مجازی روبرو شد و کاربران زیادی در شبکه‌های مجازی توییتر و اینستاگرام حتی در صورت سهو لسان آن را حتی کان ارزیابی کردند. کاربری به نام مصطفی مرشدلو در شبکه مجازی ایکس نوشت پناهیان و امثالش به سبک زیستی خودشون تاریخ رو هم بازسازی می‌کنند. همه چیز در خدمت توجیه رفتارها و سبک زیستی خودشون ساخته باید بشه. خدا خود شر این اسلام فروشان را به خودشون برگردونه. اما کاربران حامی نظام ایران هم بیکار ننشستند و از علیرضا پناهیان حمایت کردند. برخی مدعی شدند این بخش از اظهارات سخنران حکومتی بریده شده است و برخی در عین حال پذیرفتند که او در بکارگیری کلمات باید دقت بیشتری به عمل می‌آورد. کاربری به نام عیار نوشته است بله که میشه از واژه ها با دقت بیشتری استفاده کرد، اما بدونید منظور واضح ایشون این بود که رسول خدا و حضرت علی در بیت المال و پیمان ها با احدی شوخی نداشتند و به اصطلاح غلط مردم امروز گوشت تلخی و بدخلقی میکردند. کاربر دیگری به نام محمد جواد محمدزاده که از حامیان پناهیان است نوشته سخنان کامل علیرضا پناهیان در مورد گوشت تلخ بودن پیامبر صلی الله علیه و آله حضرت علی در بیت المال اهل رفاقت نبود، اهل تشکیل باند حامیان به قیمت ساخت ویژه خاران از بیت المال نبود. مهربانی رسول خدا هم در مسائل بیت المال و ایجاد باند حامیان نبود، بلکه در بیت المال گوشت تلخ بود. حتی اگر توجیهات کاربران مدافع نظام ایران و پناهیان را هم بپذیریم، باز هم سخنران حکومتی در انتخاب واژگان مناسب برای سختگیری مولای متقیان در بیت المال دقت لازم را به خرج نداده است. رسول جعفریان، کارشناس تاریخ اسلام، همچنین موضع گیری کرد. بازی با تاریخ اسلام یکی از خطرناکترین کارهایی است که عده‌ای منبری بیدانش انجام می‌دهند. سیما هم که در بس در اختیار است و فرصتی برای ترویج اباطیل و منکرات. رحمت الله بیگدلی، روحانی نواندیش، هم چنین واکنش نشان داد: آیا انصاف است که برای توجیه اخلاق تند خودتان به صاحب چنین روح و اخلاق لطیفی گوش تلخ بگویید؟ احمد زیدآبادی هم با توییت مفصلی به اظهارات پناهیان اینگونه پاسخ داد: هرچه امثال من برای تصویر چهره دلنشین و لطیف و سلیم از اسلام برای فرزندان و مخاطبان خود تلاش می‌کنیم، منبری هایی مثل شیخ علیرضا پناهیان با اظهارات حلاوت سوز خود آن را پنبه می‌کنند. کاربران فضای مجازی معتقدند در حالی تلویزیون نظام ایران آزادانه این سخنان حتی کانه را پخش می کند که هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم امیرالمومنین علیه السلام مظهر عطوفت و رأفت بودند.